كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلسلة دروس مقدمة الجزرية، درس ما در باب معرفة التجويد بود. در درس گذشته اهمیت تجوید بیان شد و بیان شد که عمل کردن به تجوید حتمی و لازمی می باشد. در درس امروزی علت آن بیان می شود که چرا به تجوید عمل کردن حتمی، لازمی و ضروری می باشد و چرا باید قرآن کریم موافق تجوید تلاوت شود. علت آن بیان می شود: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. بخاطر که قرآن با تجوید از طرف الله نازل شده و به همین ترتیب از نزد الله به ما رسیده. لأنه این لام تعلیلی است که علت را بیان می کند. لأنه های ضمیر طرف قرآن کریم راجع است. لأنه بخاطر که قرآن بهی با تجوید، های ضمیر طرف تجوید راجع است. بهی با تجوید اله از طرف الله انزل نازل شده. و هکذا و به همین ترتیب منه از طرف الله، در منه های ضمیر به الله راجع است. و هکذا به همین ترتیب منه از طرف الله الینا برای ما وصل شده، یعنی رسیده. امام جزری رحمه الله در این بیت علت بیان میکند به بیت گذشته، یعنی امام جزری رحمه الله می فرماید که قرآن کریم موافق تجوید خواندن لازم و ضروری می باشد، از این خاطر که قرآن با تجوید از طرف الله نازل شده و به همین ترتیب از طرف الله به ما رسیده. یعنی خداوند متعال قرآن کریم را بالای محمد صلی الله علیه و سلم با تجوید نازل کرده و از رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه کرام و از صحابه کرام به تابعین و از تابعین به تبع تابعین و همین قسم به ائمه قرا و همچنان برای ما به همین ترتیب با تجوید رسیده. پس لازم است که قرآن کریم موافق تجوید تلفظ شود و تلاوت شود. و هو ایضا حلیت التلاوتی وزينة الأداء والقراءة. در إنجا هم علت بيان شده، يك علت در بيتي بالابد، يك علت در إن بيت هم بيان شده. وهو أيضا وهم كنان تجويد، وهو راجيس بإشارة شده بطرف تجويد. وهو أيضا وهم كنان تجويد حلية التلاوة، زوار تلاوة است، وزينة الأداء والقراءة، وزينة أداء وقراءة است. براي هر چيز زوار وزيبايي مي باشد و زيبايي وزيوار قرآن كريم تجويد مي باشد. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. حلية وزينة إنها ألفاظ مترادف بمعنى واحد است كي زیبایی و تحسین را گوید و در بین تلاوت، ادا و قرائت کمی فرق وجود دارد. علما در بین اینها فرق را وضع کردند. تلاوت آن را گفته می شود که یک شخص برای کسب ثواب تلاوت می کند، آن را تلاوت می گوید. ادا آن را گفته می شود که یک شخص به خاطر تعلم یا تعلیم استفاده می کند، یعنی یک شخص تلاوت می کند به شاگرد که شاگرد یاد بگیرد، و یا هم شاگرد تلاوت می کند در مقابل استاد که یاد بگیرد، این را ادا می گوید.
یا شاگرد تلاوت کند که استاد گوش کند یا استاد تلاوت میکند که شاگرد گوش میکند. به خاطر تعلم و تعلیم این را ادا میگوید. و قرائت که است او عام است، چی برای کسب ثواب باشد، یعنی چی تلاوت باشد و چی ادا باشد، به خاطر تعلم و تعلیم به هر چیز که باشد آن را قرائت میگوید، یعنی قرائت عام می باشد. این بود درس امروزی ما که علت این را بیان کرد که چرا قرآن کریم باید به تجوید خوانده شود، تلاوت شود. علت آن را دو علت بیان شد. یک علت این که قرآن کریم از طرف الله با تجوید نازل شده و همین به همین ترتیب از طرف الله به ما رسیده. و علت دوم این است که تجوید زیور و زیبایی تلاوت است، یعنی تجوید به تلاوت زیبایی و تحسین می بخشد. از این خاطر باید قرآن کریم موافق تجوید خوانده شود. این بود درس امروزی ما. انشاءالله که در درس آینده امام جزری رحمه الله تجوید را تعریف کرده که تجوید چی چیز را می گوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.